خداوند بخشاینده و مهربان. هنرمندان، هنر دوستان و هموطنان عزیز، به محفل هنری آهنساز و مجسمه‌ساز خوش آمدید. برای من و خانم ماری حیدرزاد جای بس مشرف و خوشی است در محفلی که امشب به مناسبت قدردانی از خدمات 50 ساله هنرمند مشهور و معروف وطن ما استاد خیال برگزار می‌گردد اشتراک می‌کنم. کاش ای کاش این محفل با شکوه خاص در تالار رادیو کابل برگزار می‌گردید، جایی که استاد نصف عمر خود را در تتبع، توصیه و تدریس موسیقی اصیل بلند افغانستان سپری نمودند. برخلاف در وطن ما آثاری که هنرمندان با خون دل پر از احساس و شوق در طول سالها حفظ نموده بودند، چی در موزیم، چی در آرشیف ملی، چی در استوپه ها توسط خارجی ها و نوکرانشان و تاراج رفته و به بازار خارج و فروش است و قسمت زیاد آن متاسفانه توسط راکترانی ها و آتشجوها برای همیش از بین رفته است. خارجی ها و گمشتگانشان می خواهند هویت ملی ما را کاملا از بین ببرند و آثاره که باعث معرفی کلتور و فرهنگ ملی ما می گردند با شکل از اشکال نابود بسازند. اما بدانند که این عمل غیر انسانی بار اول نبوده، تاریخ کهن ما شاید همچه عملات زیاد بودن، همین که خارجی ها با شهرها و قصبات ما ریختند، مردم وطن دوست ما قیام ملی نموده تا آخری قطره خون خود برای آزادی ملت و مملکت خود جنگیدن و خارجی ها را از خاک مقدس خود رانند، بلاوقفه وضوای خود را برزدن و برای آبادی مجدد وطن خود شروع به کار نمودن. مقال آقای علم گویا اثر بنا کردند و اثر ساختند. برمیگردیم سر اصل موضوع، یعنی شب قدردانی از هنرمند معروف و مشهور ما استاد خیال. استاد خیال احتیاج به معرفی ندارند، زیرا ایشان یکی از مشعلداران هنر موسیقی وطن بوده، خود و بزرگیشان را میشناسند، به شخصشان و به هنرشان احترام خاص دارند. کامپوزرها و آهنگهای استاد در کلکسیون های یونسکو و هزاران افغان و خارجی هایی که به هنر موسیقی افغانستان علاقمند هستند موجود است. هنرمندان مشهور شرق مثل اقبال بانو، مهدی حسن، رفیع، فریدا خانم، محبت خان و استاد الیاس که در کجا هستم؟ الیاس من اینجاست استاد الیاس و دیگر هنرمندان های زیاد هستند که من در مورد معلومات کافی ندارم، از کامپوزرهای استاد استفاده نموده و قدردانی نموده. این خود خدمت است در هنر موسیقی و نکت استاد خیال. در طور این 50 سال زندگی هنری خود بیشتر از صدها آهنگ ساخته و آن را صادقانه در خدمت هموطنان عزیز خود قرار داده. بارها بعضی هنرمند رئیس هیئت هنرمندان موسیقی افغانستان به خارج از کشور سفر نمودند، موسیقی اصیل افغانی را به دوستان و همجواران ما معرفی نمودند. شما بهتر می دانید که استاد از هر دو سفر برخوردار است، هم هنساز و هم معلم برجسته است. تا جایی که معلومات دارم استاد خیال یگانه معلم موسیقی در کشور ما هستند که شاگردانش را به نوت موسیقی آشنا و تدریس بودند. شما به ما هم حقیقت خواهد بودین، هنرمند وقتی در قلب مردم خود محبوب میگردد که از اخلاق حمیده، تواضع و کاراکتر عالی برخوردار باشد و هم مسلک خود و دیگر انسانها را به نظر قدر و احترام بنگرد. و از همه مهمتر به نظر من سخت عقیده و احترام به هنر خود و به خود داشته باشد. به نظر به صفاتی که خدمت شما عرض کردم به مقام هنری استاد خیال عرض می‌گذارم و اثر را که امشب بنا به مناسبت امشب از دل جان ساختم خدمتشان تقدیم. در خاتمه از درگاه خداوند متعال برای استاد خیال و دیگر فرزندان اصیل افغانی که در شهرهای مختلف برای ملت و مملکت از این خود مظهر خدمات عالی شدند و می‌شوند سعادت و موفقیت دارین آرزومند.
در پایان بر روح پاک شهدای راه آزادی استقلال افغانستان عزیز درود بگویم. پیش از اینکه مجسمه را خدمت استاد من تقدیم کنم، می خواهم از احمد شاه عالم، هنرمند جوان و مشهور تئاتر وطن ما که شعر رو که در ساختن شعر لطف نمودن و از من یادآوری کردن اظهار تشکر کنم و همچنان تشکرات قلبی کنم خدمت برادرم نورجان نورشیر و خانمشان بی بی تیناجان شید نگر جان زلیخا جان و یوسف جان تقدیم کنم شما که زحمت کشن و ایشان این کار کنم بسیار داخل شکر همه شما همه خیلی و مرمت بسیار ایشان نظیم دارم کنم و من بعد آقای کنم و حضور استاد تقدیم کنم.